کارگاه شیرالات صنعتی. شیرالات صنعتی یکی از اجزای لاینفک خطوط لوله به شمار می روند که هر یک از انواع آنها به نوعی وظیفه جابجایی سیالات را بر عهده دارد. انواع شیرالات صنعتی ممکن است در طی بهره برداری به دلایلی از جمله فرسودگی، شرایط نامناسب بهره برداری، عوامل جوی و غیره با عیوب و مشکلاتی مواجه شوند. همچنین برخی تست ها و بازدید ها می بایست به صورت روتین در بازه های زمانی تعیین شده از آنها به عمل آید. معمولا در هر واحد صنعتی وظیفه ی انجام کلیه این امور یعنی تعمیرات، تست ها، کالیبراسیون، لپینگ و غیره بر عهده کارگاه شیرالات صنعتی می باشد. در این کارگاه پس از انجام تعمیرات، تست های مختلفی بر روی شیرالات به منظور اطمینان از صحت عمل کرد و عدم نشتی توسط دستگاه های تست والو انجام می گیرد. این دستگاه ها در انواع مختلف و برای شیرالات گوناگون به منظور ارزیابی بدنه، دیسک و نشیمنگاه موجود می باشند و معمولا از آب، هوا و یا ترکیب هر دوی آنها برای تست عملکرد شیرالات استفاده می شود. از جمله مواد مصرفی پرکاربرد در کارگاه شیرالات صنعتی گسکت می باشد که در واقع یک آببند مکانیکی از جنس های مختلف مانند سیلیکون، کاغذ و فلز بوده و به منظور جلوگیری از نشت سیال های مختلف از بین لوله ها یا فلنج ها استفاده می شود. همچنین از انواع گسکت برها برای بریدن گسکت ها با اندازه دلخواه از صفحه گسکت خام استفاده می شود. گسکت برها در انواع مختلف دستی و برقی وجود دارند. از گسکت برهای دستی برای برش گسکت های نازکتر و از مدل های برقی جهت برش دقیقتر و سریعتر انواع گسکت ها استفاده می شود. برای این منظور اهرم مدرج دستگاه بر روی صفحه گسکت خام به اندازه قطر مورد نظر تنظیم می شود و با چرخیدن اهرم عمل بریدن گسکت توسط تیغه برنده دستگاه انجام می گیرد. در طی استفاده طولانی مدت از والف ها گاهی سطح دیسک یا نشیمنگاه آنها ناهموار شده و نشتی پیدا می کند. برای صیقل دادن این سطوح می بایست نشیمنگاه را از بدنه جدا کرد و با استفاده از گرند گریس یا روغن سنباده آنها را بر روی یک سنگ صیقلی سایش داد که به این عملیات لپینگ گفته می شود. گرند گریس در واقع نوعی پودر سیلیکون آغشته شده به گریس است که با توجه به نرمی و زبری سطحی که باید صیقل شود در انواع متفاوتی وجود دارند. برای انجام عملیات لپینگ ابتدا میبایست گرند گریس را روی قسمتی از یک صفحه چدنی مالید و سپس سطح نشیمنگاه شیر را به مدت 30 دقیقه روی همان قسمت از صفحه سایش داد. عملیات سایش میبایست به صورت هشت لاتین انجام شود و صفحه‌ای که روی آن سایش انجام می‌شود نیز باید از جنسی باشد که در اثر تماس با گرند گریس خورده نشود. کرین‌های زنجیری، آچارهای های فورس بادی و هیدرولیک، لوله برها و دستگاه‌های سنگزنی از دیگر تجهیزات و ادوات مورد استفاده در این کارگاه‌ها می‌باشند.